فرمول آب چیه؟ فرمول آب H2O. H2O. شما میدونی؟ H2O. H2O. منم که آقا اول گفتم H2O. فرق میکنه. ممکنه نزدیک باشه. فرق میکنه. اون آبی که شما گفت تصفیه نشده است. فرق میکنه. امسال آمدید که سیمرغ را ببرید؟ آمدم که سیمرغ را ببرم. خب اگه بدن خب میبرم. اگه بدن که خب معلومه میبرم. یه پشتوانه محکمتر احتیاج دارید. واسه یه چی بود جمله خودت؟ واقعی کردن رویا. میگه اونجا پارتیش کلفته. میدونی چه حسی داشت؟ چی؟ لمس بدن شیر. نه. خب یه فکر بکنید برای این موضوع. محیط زیست مسئله نیست که بشه از کنارش به راحتی گذشت. محیط زیست هزار تا عامل رو تعیین میکنه توی یک جامعه. سلامه، بهداشت روانی کودکان، بهداشت روانی همه خانواده های ما، بهداشت روانی تمام کسانی که توی یک مملکت دارن کار میکنن. حضور شما یه اتفاق جدیه تو قلب من. با من ازدواج میکنی؟ گوش کن یان. نه یه لحظه. سلام آقای مدیری. سلام علیکم. خوبی؟ حال شما چطوره؟ خیلی من دختر خاله مجیدم. بله بفرمایید. میخواستم ببینم این روزا فروشگاه های رفاه چه فعالیت هایی دارن. بله، ما هفته سه شب قرعه کشی داریم. به هر نفر 50 میلیون تومان جایزه میدیم که مثلا یه خانواده 6 نفری جمعا میشن 300 میلیون تومان. میگن که آقای مدیریت بحران، تهران زلزله اومد، چیکار کنیم الان؟ چیکار کنیم؟ میگه هوشیار بخوابید. آره ولی چون من رو نه نه نه، چون جمله برنارد شو جوریه که من نمیتونم دیگه. خودتون نمیتونید بگید، نباید بگید. آره دیگه. بله دیگه. ولی اجازه بدید من بگم، اون ابلهه من باشم. خدا نه. بله بله، شما خوبی؟ قربون شما برم. ما واقعا هم موقعی که رامین جان اومدیم طبقه پایین، بله، یه حالت خاصی داریم، همیشه خوشحالیم این ته دلمون که شما بالا نشستین. بعد ما اینقدر خوشحالیم، اصلا من میگم به فریده همیشه همه فامیل یه طرف. بله رامین و مریم یه خوردمون بهتر. لطف دارین. بله کسی از زیر کار در بره نو... یعنی من فشارم میره خط قرمزت 24/17 دیوونه میشه. یه تنها چیزی که میتونه منو در جهان عصبانی کنه اینه که من بگم اینجا رو یه فلان کن، مثلا اینجوری کنی، مثلا ببینی حواسم نیست، ماسمالی کنی بره. نه من خیلی دیوونه میشم. منم بله. میدونم چرا رابطه ما هی دوچار سوء تفاهمه. یعنی من هر دفعه به تو پیشنهاد مساعدت دادم بهت برخورد. گفتن سوالا رو به این دادن. شوخیشم زشت. اینجا سوالات عین کنکور، یه بسته فقط دست منه. که چون سرمایش خوابیده، خونه سری باید ساخته بشه و فروش بره. برای خیلی آمون پیش اومده که یه یه روز صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم خونه از قدیم گفتم سیر رو باید همیشه سیر نگه داشت، گشنه رو گشنه، چون سیر اگر گشنه بشه صداش در میاد، ولی اگه گشنه ها گشنه بمونن اتفاقی نمیافته. بر همین من برای شما ایستاده دست بزنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. منو نگاه کن. اون برای دفاع از خودم بوده. وای برای هرچی که بوده، برای هرچی که بوده، من الان چه خاکی تو سرم کنم؟ میری
دوست داری چیزی بگین که تا الان نگفتی؟ فکر کنم چیزی که تا حالا نگفتم. خیلی چیزا هست که تا حالا نگفتم. دوست داشتین رو این صندلی بشینید بگید. خیلی زیاده که نگفتم. یه روز میگم بالاخره. نه الان یه تیکش یه چیزی شو برام بگید الان. یه چیزی که فکر میکنین تا الان تو دوره همین تو این 5 سال نگفتین و تو دلتون مونده. راجب هر چی. اگه اختزار روزم داشته باشه باحال‌تر، به درد بخورتر حتما. یه روزی میگم. نمیتونی بگی. آقای مسعود شصتچی، آخرین دفاعیاتتون رو میشنوم. چه دفاعی از خودم بکنم جناب قاضی؟ من بی دفاعم. من شریف تربیت شدم. من شریف بزرگ شدم. تقصیر من بود. تقصیر دیگران هم بود. اما خدایا تو شاهدی که من هیچ چیزی رو برای خودم بر نداشتم. من هیچ چیز رو توی جیبم نذاشتم. من از سهم کسی نزدم. من فقط اشتباهی بودم.